همراه هستیم با سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت. آقای شریف نژاد سلام و عرض ادب. آقای شریف نژاد، با توجه به جان باختن سید هاشم صفی الدین و افزایش تنش‌ها در منطقه، به نظر شما استراتژی آیندگی این گروه چگونه ارزیابی میشه؟ بفرمایید. من بخاطر از موافقت من شما همینگان عزیزتون و امارتون خوب باشه. ببینید، در شرایطی هم در مورد حزب الله لبنان صحبت میکنیم که از آغاز درگیری در بین حزب الله لبنان و اسرائیل بیش از 17 فرمانده میدانی و میانی حزب الله لبنان ترور شدند و بیش از 2 دبیر کل بالفعل و بالقوه حزب الله مورد ترور ارتش دشمن اسرائیل قرار گرفتند. با تمام این تفاصیل، حزب الله لبنان در حوزه میدان داره به خوبی عمل میکنه و نشانگر احیای میدانی حزب الله است. در شاخه سیاسی گفتگوهای زیادی در حال شکل گیریه و سوالهای متعددی در جوامع لبنانی مطرح است که آینده حزب الله چه خواهد شد؟ آینده شاخه سیاسی حزب الله در کجا خواهد رفت؟ آیا شیخ نعیم قاسم را میتوانیم دبیر کل بالقوه حزب الله بنامیم یا خیر؟ یا باید بنشینیم و ببینیم که یک شخصیت دیگه ای از پشت پرده ها می آید و بیرون به منصه ظهور می رسد که اسامی مختلفی مطرح در لبنان مطرح است که منا چون بنا به این است که در مسئله به اصطلاح گمانه‌زنی هست، نمی توان لحاظ رسانی و خبری در مورد اون گزینه ها صحبت بکنیم. ولی بعضی از محافل از شیخ نعیم قاسم با من دبیر کل بالقوه حزب الله نام میبرن که شاخه سیاسی حزب الله به اصطلاح، چون در دو مصاحبه‌ای که شیخ نعیم قاسم با من دبیر کل با من نماینده دبیر کل خودش معرفی کرده، میتونیم با من آینده حزب الله رو با شیخ نعیم قاسم فعلا ببینیم تا ببینیم روزهای آینده چه خواهد شد. بله، با تشکر از سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.